کلیمانجارو کوهی است پوشیده از برف به ارتفاع 19710 پا و میگویند که مرتفع‌ترین کوه در آفریقا است. نزدیک قله غربی این کوه لاشه خشکیده و یخ‌زده یوزپلنگی افتاده است. هیچ کس نمی‌داند که این یوزپلنگ در چنین ارتفاعی در پی چه چیز بوده است. اولش هم همینجا بودن، پس وجودشون معنای خاصی نداره. عجیبه، حالا دیگه اصلا درد نداره. راست میگی؟ آره، راست همینه که آدم میفهمه داره میاد. اونا لاشخورای کثیفی هم ولی کارشون خوب بلدن. بودم تو برشون که چطوری تو آسمان دار میزن، که اگه خواستم بتونم تو داستانم وصفشون کنم، ولی حالا این کار به نظرم خنده دار. من از اینکه هیچ کاری از دستم بر نمیاد دیوونه میشم. گمونم باید تا اونجا که ممکنه فکرشم نکنیم چه هواپیما بیاد، یا اینکه هواپیما اصلا نه. آقای جانسون 25 ساله که این طرف ها شکار میکنه، راه و چاه اینجاها رو بلده. اگه نتونه هواپیما گیر بیاره با یه ماشین دیگه برمیگرده. به هر حال با هر چی که بیاد زیاد فرقی نمیکنه. من احساس درماندگی میکنم. دلم میخواست میتونستم یه کاری بکنم. میتونی پام از بیخ قطع کنی یا با یه گلوله منو بکشی. تو نشونه گیری خوبه، من تیراندازی رو خوب یاد دادم. سعی نکن موضوع رو سوزناکش کنی هری، مطمئن باش که تو نمیمیری. چرا، من دارم میمیرم هلن. میگی نه، از اونا بپرس. اونا دوره برای هر چادری هستن، منتها تو نمیدیدیشون. هیچ نمیفهمم چرا این بلا باید سر تو بیاد. مگه ما چه گناهی کرده بودیم که باید گرفتار این بدبختی میشدیم؟ والا گمانم گناه از من بود که همون وقت که پام خراش فرداش یادم رفت فوراً روش تنتوریات بزنم. ما دنبال اون آهوها بودیم اگه یادت باشه، اونم با یه دوربین عکاسی. That isn't what I meant. And it isn't how you got your leg. No. Not at all. It was at the lake last week. It was a lovely, peaceful day, and those enormous hippos were having their own party. We could have passed them by without incident, but oh no, you had to get so awfully playful. Wenda, Wenda, Dona Wakulia. Look at them, there must be hundreds of them. Closer.
And you insisted on carrying the boy in your arms all the way back to camp. And it was from all his blood and dirt that you got that infection. That could be the point of view. From yours, it would be contact with the lower classes. برای از دیدگاه من نویسنده این فقط بازی سرنوشت بود. خراش جزئی یک خار که یک مرد بزرگ را از پا درآورد. چه غذای لذیذیه برای اون لاشخوار. هری خواهش میکنم. ایوانا ویسکی سودا یا بابا نگردم فرمایش کن منو مشروب وسط بده نه برای چی خیلی اصلا برات خوب نیست بهترین چیز تو دنیا همینه کلپورت شعر و آهنگ قشنگی براش ساخته تابوت مرا غرق می ناب کنید آره اینو میگن شعر حالا تمام وجود من پر از شعره شعر و تعفن شعر متعفن هری تو کتاب کمک‌های اولیه نوشته باید کاملا از الکل پرهیز کنی وسط هیچ خوب نیست برای همین میگم ازش صرف نظر کن تو باید هر کاری که میتونی بکنی این هر کار خودت بکن من خیلی خستم من اینو میخورم فقط واسه اینکه نذارم به تو برسم میدونی این شعار خوبیه واسه زندگی هرچیو میتونی بقاف فرار شده به این خاطر که به دیگری نرسی کاش منم پیرو به این شعار بودم مطمئنم بلا این گوشه کنایه های زبون ما رو خیلی خوب میفهمه مالا یه بوانه یا برو از اینجا یا گوشاتو بگیر که نشنوی انسانای متمدن ما هم دعوا میکنم برو یه بوانه نینیم تو که هری اگه تو فکر میکنی که باید بمیری اینم ضروری میدونی که هرچی هم پشت سرت باقی میذاری از بین ببری تو فکر میکنی این کارا برای من لذت داره؟ من حتی نمیدونم چرا دارم این کارا رو میکنم لابد با این کارا میخوام سعی کنم خودم رو زنده نگردم تو نمیمیری تو فقط خود مرگ ذاتا مهم نیست مغزم با شکسته که مزه یه بدی رو تو دهن جا میذاره چطور میشه که یه مرد همه چی از دست میده بیشتر از گذشتم واسهت گفتم وقتی جوان بودم ماجرای اولین عشقمو نه نگفتی و من اونقدرام مایل نیستم بشنوم با این مشروب همه چی واسه تعریف میکنم نه بدون این مشروب میدونی خیلی چیز هست که تو شانس آوردی بهت نگفتم تو اولین ماجرام همه چی جمع بود درام تراژدی عشق و شاعری خلاصه بگم همه چی در اون بود بس کن دیگه برو به این کارت
فقط کلمات گنده و قلم سلمه همه شد. من دیگه حاضر نیستم مثل یه زن هر جایی به این توهین بشه. مرد شوره ریختتونو ببرن نیست هر دوتونو. کنی خودتم میدونی که داره مرسی که این پیر کفتار خجالت نمیکشه بیارزه یک کثیف وامونده. این اون فقط گفت بهتره صبر کنیم. صبر کنیم؟ واقعا محشره اونم از دهنه تو. من نگفتم که البته که تو نگفتی. تمام این مدت فقط خواستی بغلم کنیم و ماچم کنیم و با هم ور بریم. همه صحبت این بود که کجا هم میریم و چی کارا میکنیم. حتی یه دفعه نشد به هم بگی صبر کن ما دوستت دارم. تو اصلا نمیدونی دوست داشتن چی هست. کنیم هری بیا تو خودش بر میگرد. کنی من میمیرم واسه تو. چه حالا مدت ها که مردی تو هنوزم خیال داری نویسندشی ها؟ من انواع و اقسام نویسنده هست همونطور که انواع و اقسام شغل هست. میتونی یه فروشنده بشی، خیلی ساده است. به زنای خونه دار صابون بفروشی، صابون فروختن هیچ عیبی نداره، پولدار میشی. ولی من راه صحیح و برای اینکه یه نویسنده واقعی بشی بهت میگم. درست مثل شکاره، شکاری که آدم در اون با عقل و مغزش میره به جنگ نیروهای جهالت و اهریمنی. این یک سفر تنها و برای تمام عمره. اون چه که در پیشی حقیقتی شایسته گفتن، ایمانی شایسته زیستن، چیزی که بیارز جانتو در راهش از دست بدی، باید یکی و تنها دنبالش بری. من نمیدونم تو اون آدمی هستی که بتونی این راه طولانی رو تا هر کجا که کشید دنبال کنی یا نه، هر درد و رنجی رو تحمل کنی و خودتو به آب و آتیش بزنیم. اگه هستی خدا به همراهت. God pity you. And good luck. فقط قبل از افتادن با سنگین کردن کوله وارد به وسیله چیزای زائد خودتو تباه نکن. اونش مربوط به خودمه نه؟ بله بله درسته. میدونی تو جوانی، لازمه سفر کنی و چیز یاد بگیری، تجربه کسب کنی. من میخوام کمکت کنم. فکر میکنم کاملا وضع برات روشن کردم. هفته دیگه تولدته، بیا. از سال به بعد میتونی اون تفنگ و مال خودت بدونی. حاضری فردا بریم دنبال جوزد؟ برای شکار هوای خوبیه. راستش من زندگیم بدک نبوده، ولی ببین به کجا کشونده شدم. به یه اردو تو آفریقا، فعلوی تو زن عزیز و پولدار و خوشگلم. ولی قبل از تو چند تایی دیگه بودم. حالا میخوام یه سفری به تنهایی بکنم، به تمام گذشته. خب هر طور میلت هری. من میرم یه چیزی بزنم، آذوقمون ته کشیده. به مالو میگم بیاد فلوت بمونه. هلن تو نباید توجهی به حرفای احمقانه من رو کنی عزیزم. من دوستت دارم میدونی. هرگز تو عمرم هیچ کس رو به اندازه تو دوست نداشتم. من دیگه توجهی به حرفای تو نمی کنم. قبل از که بری بیا اینجا. میخوام ببوسم. حالا اینو بده با هم هری. اصلا داری این کارو احمقانه رو بکنی. چون اگه نتونم خوشحال بمیرم میتونم سعی کنم مست. من چطور میتونم کمکت کنم اگه خودت به خودت کمک نکنی؟ یعنی بگیرم بخواب ها؟ نه متشکرم. به زودی تا دلت بخواد میخوابم. تو این فرصتی که واسم مونده خیلی چیزاست که باید بهشون فکر. پس من با افکارت تنهات میذارم. منتها این دفعه سعی کن با خودت رو راست باشی. برو کشتارتو بکن. این کاریه که هر دوی ما خوب بلدیم.
عبدالله. عبدالله. اون تفنگ منو بیار. تفنگ خرمو بیار. و همینطور فشنگاشو. همینطور فشنگاشو. مثل همه کتاب های دیگه هنوز تموم نشده. من تو کارتو بل نشدی که اونو تموم کنی ها؟ ببینی شو منو به بازی بیدی. نه با لغمه خود تو گیر بیار با. سینتیام، سینتیا گرین. سین، خیلی عالی شد. تا کی اومدی تو؟ دو سه دقیقه پیش. دنیا خیلی کوچیکه نه؟ آخرین چیز از وطن. من چیزم هری استریت، خبرنگار شیکاگو تریبون. من نویسنده ایم. سابقا خبرنگار اونا بودم، حالا سعی میکنم فقط چیز بنویسم. ولی ملت جور دیگه ای میگن، اجازه میدیم؟ اینجا هر کسی سعی میکنه یه کاری کنه، یا لااقل سعی میکنه که سعی کنه. تو سعی میکنی چیکار کنی؟ سعی میکنی نقاشی کنی؟ نه، من اصلا نقاشی نمیکنم. سعی میکنی مجسمه بسازی؟ نه، مجسمه سازی هم نمیکنم. پس تو داری سعی میکنی چیز بنویسی؟ نه، من فقط سعی میکنم شاد باشم. خب، پس هر کسی روی چیزی سعی میکنه. فکر
فکر میکنم تو این جماعت من تنها کسی هم که فقط سعی میکنه شاد باشه. بهتر اینو ازم بگیریم، من گاهی زیادی میخورم. در جستجوی شادی هر کاری قابل قبوله. من کاملا بیکار نیستم، گاهی وقتا هم مدیر میشم. به اون شکلی که به قول معروف حضرت حوا بوده؟ بعضی وقتا. مهم اینه که آدم به کاری که میکنه ایمان داشته باشه. فکر میکنی اون آفریقایی هم داره نظر شما رو تایید میکنه؟ شما بانوی کامپتون هستین؟ نه، من نمیتونم بانوی کامپتون باشم. من مطلقا بانوی کسی نیستم، من بانوی خودم هستم. پس موافقی من یواشکی از اینجا ببرم بیرون تا بیشتر بانوی خودت باشی؟ اقرار میکنم که از فکرت خوشم اومد. شانسی در آرگون خودشو به کشتن داد، بنابراین جنگ که تموم شد من اومدم اینجا که جنازه‌شو ببرم به وطن، ولی همچین که فرانسه رو دیدم حس کردم اینجا برای رسیدن به آرامش جای بدی نیست، هم واسه اون هم واسه خودم، بنابراین موندم. مادر نداشتی؟ نه، سال هاست که ندارم. بریم که بتونیم آرامش پیدا کنیم. دوست داری بریم یه بار دیگه یه مشروب بخوریم؟ نه، من فکر میکنم ظرفیتم تکمیله. میدونی تو پاریس هیچ کس فکرشم نمی کنه که فقط برای استراحت بره خونه، برای آرامش. میشه یه سیگار به من بدی؟ هرگز نخواهم نوشت. من فقط اون کتاب اولی رو تو پاریس نوشتم، پاریسی که عاشقش بودم، اون محله کنتسکار، اونجا که گل فروش ها گلاشونه تو خیابون رنگ میکردن و رنگ ها رو سنگ فرش را میفتاد، میرفت تا ایسکار اونجوریس و بچه ها تو اون آفتاب بهاری تو خیابون بازی میکردن و دکونه اون مرد زغال فروشه که زمنان شراب میفروخت، شرابای بد. اون تصویر اسب طلایی بیرون قصابی شوالین، جایی که لاشه ها زرد و طلایی و قرمز پشت پنجره آویزون بودن
با اون فروشگاه تابونی بزرگ که ما ازش شراب می خریدیم، شراب خوب ارزون. آپارتمان ما یکی و نصفی اتاق داشت. من کتابم اونجا می نوشتم. سینتیا به کارهای خونه می رسید و خلاصه تمام کارهایی که لازمه زندگی مشترکه با هم انجام می داد. خیلی بد باشم، تو باید از من دوری کنی. فکر میکردم تو همه چیز من هستی، همه چیز. فقیر و آسمون جور بودیم. تون فقر بود و در همون محله که من اولین کتابمو تموم کردم. کتاب خوبی بود. آغاز تمام اونچه که فکر میکردم باید بکنم. من اسمشو گذاشتم نسل گم شده، بدون اینکه در اون موقع متوجه باشم که چقدر راجب سینتیای خودمه. چقدره؟ چی؟ چکه. اوه. البته خیلی زیاد نیست، خیلی انقدرم کم نیست. آره راست میگه، انقدرم زیاد نیست. آره برای با همین میشه بهترین. آه عزیزم، حالا میتونیم اون آپارتمان خوشگل. آره حالا دیگه میتونیم بریم آفریقا. دیگه دوران سفر اولم به افریقا برای من تکرار نشد. دو تا ماده بریم جلو. دوی بوانا میشه سانا. میگه از اون نرای عالیه. میدونم چی میگه، فقط اون چرا میفتیم. میریم طرف مخالف باد و از اونجا مشغول میشیم. که من صاحب تیر افتادم. نه نه من نمیخوام. باری کلا واقعا گل گفتی آقای جانسون. ولی من نمیخوام تیر افتادم. این این کار لذت بخشیه. بله که من بیا خواهش مال توه. کاملا خونسرد باش. خیال کن داری به یه قوطی حلبی تیر انداز. ولی اون قوطی حلبی نیست هری، من نمیخوام این کار رو. تو بگیر پایین. به پایین رمشون ندینا. حالا درست بذار وسط شکاف درجه، محکم بگیرش، ماشه رو بکش. آه خواهش میکنم هری، میشه خفشی؟ بیا با دیگه کشتی ما رو، تو بکش من ماشه رو. من که گفتم نمیخوام بزنمش. زیاد مهم نیست، همه خیت میکنم. نیکومایده. من که نگفتم شکارچیم، تو شکارچی هستی. همینطور تو شکارچیان بزرگ و مشهور. آره درسته. بیاد بهنازو که قرقر بیا قرو پسی بخور بیا. ولی نه اینقدر که پاتیلتون کنم. خب وقتش هست که بریم.
اون اونجا قایم شده. یعنی چی وقتشه بری؟ فکر میکنی که از کدوم طرف بیاد بیرون؟ من نمیام و تو هم نباید بری. من میترسم. خب تو احتمال از ترسی به جونش کردی دیگه، زدنش مثل آب خوردنه. خیلی خب، پس اگه تو میری منم میرم. نه تو میمونی. درسته آقای جانسون؟ شما شوهرش هستین. تو هم اینجا پیش سیمبا میمونی. این کار زنان نیست. You stay here and be brave. Simba, nem sahib la hakana. Kifaro, Mensa. Kifaro. Harry! 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 Bergerdin! Bergerdin! Harry! Mavası başın. Onu açtırım yat. Harry! Bana! Rudy Mensa! Rudy! Rudy! Rudy Mensa! لفظه عجیبیه وقتی که حیوان به طرف آدم حمله میکنه. مش که در یک آن هزار چیز داره اتفاق میفته. همیشه همینطوریه؟ موضوع خیلی ساده است. یا پا میذاری به فرار یا دست به کار میشی. نه به هیچ وجه ساده نیست. میشه خیلی چیزا دربارش نوشت اگه آدم بتونه درست عمل کنه. احساسات متفاوت در لحظات مختلف. واقعی امروز برای من مثل انفجاری بود از شعف واقعی، مثل یه صدی بود که بشکنم. چرا هرکی میاد آفریقا خودشو موظف میدونه که یه کتاب راجبش بنویسه؟ حتی یه آسپاس نونور کتابش هم به من تقدیم کرده. حیف که برنگش ولی شلوارش جرم. شما دوتا تو شبام دستبردار نیستی؟ ما فقط داریم راجب کرگدن تو. اون کرگدن من چرا در وست مال تو بود؟ ما فقط برای تره تمیز و آمادش کردیم. نمیخوایی یه نگاهی دیگه به اون شاخ بندازیم؟ شاخ خیلی قشنگیه. آخه من چه مرگم آقای جانسون؟ میدونین همه لازم نیست که از آفریقا خوششون بیاد. من تظاهر میکنم از اینجا خوشم میاد چون اون مرد آفریقاست، ولی همه این کارا شکارش دونی. خانم این چیزیه که هری دربارش حرف میزد، شور و هیجان، یا بهتره بگیم شجاعت. اونطور که اون احساس میکنه احساس یه مرده، یه چیز طبیعیه در مرد، چون تو وجودشه و ازش یه مرد میسازه. نه اینکه داشتنش براش بچه تمایزی باشه، ولی نداشتنش براش کم بوده. اما زن شجاعتش از راههای دیگه نشون میده، از خیلی راه ها. من حالا یه ترس دیگه ایم دارم، خیلی بدتر. من ازش حامله هستم. چی؟ ما اومدیم آفریقا برای سید، اون مال خودشو گرفت و منم مال خودم. خب اینم یه چیز طبیعیه، اینطور نیست؟ اگه بهش بگم چی جواب میده؟ آقای جانسون وقتی من با هری آشنا شدم مشروب بریزم؟ آه نه مرسی. پس خودم میخورم. من تمام عمر ویلون و سرگردون بودم، نه کسی رو داشتم نه جایی رو. منظورم اینه که هیچ وقت هیچ جا احساس امنیت نمی کردم تا روزی که اولین بار به هری برخوردم.
پاریس میدیدینش؟ هیچ وقت حالا پاریس بودین آقای جانسون؟ نه، شاید به نظر عجیب بیاد ولی هیچ وقت آرزوش هم نداشتم. خب فرقی نداره اینجا که دیدینش. یه طرف من بودم ضعیف و سرگردون و طرف دیگه اون قوی و متکی به نفس. تمام وجود من یهو گفت مرد تو اینه. اون اولا که من رفتم پیش هری زندگی کنم برام تنها کافی بود که بشینم و تا میتونم نگاش کنم. راضی بودم فقط اونجا بشینم و دو دستی به اون احساس امنیت بچسبم. ولی هری هیچ وقت آروم نداشت حتی وقتی کار میکرد. هنوز کتاب اولش رو تموم نکرده بود که گفت را بیفت بریم آفریقا. من دلم نمیخواست بیام ولی احساس کردم اگه بهش بگم یه چیزی رو از دست میدم. و حالا که اینجاییم زمزمه جاهای دیگر رو شروع کرده. پس چطور میتونم اینو بهش بگم؟ جریان این بچه رو و اینکه اون حالا مسئولیتهایی داره. ببین من در پی مادیات نیستم. باور کنیم پول اونو نمیخوام، فقط خودش رو به عنوان یه نقطه اتکا میخوام. خب حالا نمیدونم بهش بگم و احتمالا اونو از دست بدم یا فعلا مسکوتش بذارم ببینم چی میشه. برای من همین کافی نیست که تو این شکار راهنمای شما ناشیا هستم. حالا دیگه باید لاله در سوزتونم باشم. فقط آقای جانسون باشین دوست من. جدی؟ خواهش میکنم. بله. خب ببینید من فقط یه شکارچیم، بنابراین میتونم از تو کار خودم مثال بزنم. معمولا در حین فراره که آدم بیشتر از هر وقت سکندری میخوره. میدونی تو موزه ها ممکنه شاخهای بهتری داشته باشن ولی 80 سانت چاخ چیزی نیست که آدم ازش صرف نظر کنه. شب خوش. شب خوش. ببینم اون دیگه چه شده؟ هیچی، رفت بخواه. همه این زوری یا شاید من امشب زیادی شاده شنگورم. If there'll ever be another time as good as this. Gary. Listen, just listen. Time lullaby, eh? There's an awful lot of everything there is in this. Hunger, love, hate, fright. اینکه رسیدین پاریس با دکتر خودتون تماس بگیرین. بدون شک ایشون هم نظر منو تایید میکنن. شما باید آروم باشین، بدون تقلا و بدون هیجان. بهتون توصیه میکنم بیشتر اوقاتتون رو در تخت خواب بگذرونین. میفهمین؟ بله میفهمم. بعضی خانم ها اینطوری هم دیگه. اگه دلتون میخواد بچهتون صحیح و سالم به دنیا بیاد باید به دستورات پزشک عمل کنید. میخواید من با شوهرتون صحبت کنم؟ نه نه، خودم بهش میگم. مرسی دکتر. موفق باشین. متشکرم.
متشکرم خانم. لطفا بذارینشم اینجا. چشم عزیزم. بکرم یارو بذارمش روی میز. ببین الان چی رسید، یه نامه از ناشرم با یه چک. البته خیلی نیستش ولی یه چکه، بنابراین حالا همه کارا درست میشه. چه کاری عزیزم؟ همه چی. خب برو ببینم اون حکیم باشی چی گفت. چیزی مهمی که نیست، تقمه هم که نداری. نه من خب دیدی بهت نگفتم، تو فقط یک تغییر آب و هوا لازم داری. ما از اینجا یه راست میریم به مادرید، میریم همه گابازی رو تماشا میکنیم تو ال پرادو، بعدش هم خودمون رو برای فیستا میرسونیم به پمپلونا. هری جدا دیگه از این بهتر نمیشه عزیزم. نمیشه اصلا بریم خونه. خونه؟ یعنی کجا؟ یعنی برگردیم به پاریس؟ برای چی؟ خب بریم خونه دیگه. ببین هری، ما میتونیم با اون چکی آپارتمان خوب بگیریم، با یه اتاق مخصوص برای تو. تو که مجبور نیستی بری اسپانیا. نه عزیزم، من مجبور نیستم برم اسپانیا، هیچ جا مجبور نیستم برم. منتها دلت میخواد بری. خوب گوش کن سینتیا، مثل این که مجبورم برای دلیل و برهان بیارم عین طلبه ها. من ناسلامتی میخوام یه نویسنده بشم و این کار یه نویسنده است که بره این ور اون ور، از هر چیزی خودش شخصا سر در بیاره، نه این که لم بده روی صندلی راحت و هر وقت یه چیزی خواست دست دراز کنه و اون از کتاب یکی دیگه بکشه بیرون. و بعد از اسپانیا؟ والا من الان چه میدونم. یعنی میگم تو هیچ وقت اون زندگی طبیعی رو نمیخوای؟ اول باید فهمید که زندگی طبیعی از نظر من چی هست. مثل داشتن بچه. بچه؟ آه عزیزم، من تو دنیا بیشتر از هر چیز دلم بچه میخواد، یه چیزی که وجودش از من و تو هر دو باشه. مسلمه. من عاشق بچه‌ام، ولی حالا زوده، ما هنوز خیلی وقت داریم عزیزم. ببین سینتیا، دنیا یه بازاره که آدم توش هر چی میخواد میخره، نه تنها با پول بلکه با وقت، با خیلی چیزا. مثل صرافی، یه چیزی میدی در ازاش یه چیزی میگیری. من دارم از یه تیک عمرم میگذرم تا اون چیزی که واسه کارم لازم دارم به دست بیارم، بعدا میتونیم بشینیم و روی اون چیزا تصمیم بگیریم، روی بچه و همه چیزای دیگه. میفهمم. برای این مشروب درست بکنم. مثل این که یه خود زوده اینطور نیست؟ اگه از من بپرسی درست موقعشه. اعتراض داری؟ نه. ببین سین، اگه تو حواس کردی بری پاریس، خب میتونی بری اونجا بی تو؟ ببین من نمیگم که این خواست منه، فقط میگم اگه تو بخوای میتونی بری. اگه موضوع مرگ و زندگیه، خیلی خوب، منم باهات میام. متاسفانه باید بهتون بگم که بچه رو از دست داد. گفتین چی رو؟ شما نمیدونستین آقای استریت؟ جریان واقعا چی بوده؟ تو هتل به من گفتن که
پاش پیچیده و افتاده، بد جوری پرت شده، ولی بعد از چند روز استراحت حالش کاملا خوب میشه. یعنی میگین شما واقعا چیزی درباره یه بچه نمیدونستین؟ مگه شما زن و شوهر با هم دیگه حرف نمیزنین؟ تصادف. به خاطر حرفایی که من زدم نه، یه تصادف بود پام بیچه. تو هیچ حق نداشتی این کار بکنی. بچه منم بود، میدونی؟ نگو عزیزم، نگو. کوچولوی احمق و بیچاره. دیگه میتونیم بریم به اون گاف واسیا. این دفعه من این بالایی بالا جایی گرفتم، خوبه؟ هر چی که تو بگی عزیزم. از اینجا میتونی همه چی رو مثل یه منظره تماشا کنی. واقعا هم که منظره ایه. چیز مهمی نیست، منم از تو خوشم میاد عزیزم. آره، ولی خوش اومدن اون تازه است و مال تو کهنه، یه داستان کهنه که آخر آشه. تو اون تلگرام چی نوشته بود هری؟ عزیزم بچه بازی در نیار، تو اون خوندیش؟ من پیشنهاد کردم برم برخوردایی رو که در دمشخص گزارش کنم بین سوریه و فرانسه. آره توش همین نوشته بود، ولی معنیش یه چیز دیگه بود، این که من باید یه زندگی بدون تو. نه اینا دیگه شهر. پس چرا ازم نخواستی باهات بیام سوریه؟ عزیزم اونجا الان یه جنگ در کاره. خب اینجا الان یه جنگ در کاره، همینجا سر این میز یه جنگ قشنگ و کوچولو در کاره. عزیزم تو نباید زیاد مشروب بخوری. نه نه، من خیلی کارا هست که نباید زیاد بکنم، مثلا نباید تو رو زیاد دوست داشته باشم. ما سخت عاشق همین، ولی نمیتونیم خوشبخت باشیم. من نباید میخواستم که زیادی خوشبخت باشم، نباید به انتظار معجزه مینشستم. بعدم من نباید همه جا تو رو دنبال کنم، من مثل یه انگل هستم، برای همین از خودم بدم میاد. من نباید از تو بچه میخواستم، در حق تو ظلم بود. سینتیا، 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 تو باید اون بچه رو فراموش کنی، تو داری خودت دیوونه میکنی. آره باید فراموشش کنم. صلاح تنها برگردم پاریس، همونطور که تو گفتی، نه اینکه در انتظار تو بشینم و عقلمو از دست بدم به انتظار اینکه تو برگردی. نمیدونی که داری دروغ میگی. من دروغ نمیگم. نه نه، فعلا دروغ نیست،
دروغ نیست تا وقتی که تو بری و یهو حس کنی نمیخوای برگردی، بلکه میخوای بری تمام دنیا رو ببینی، حتی اگه دنیای خودمون از دست بدی. میدونی من فکر میکنم اون رقاص از من خوشش میاد. خیلی خوب، از اتاق اصلا خیلی خوشش میاد. قاعدتا این باید من خوشحال کنه، ولی برعکس منو میترسون. دعوتش بکنیم بیاد سر این زمین. فکر میکنی رفتارش به خوبی رفتار تو باشه؟ فکر میکنی اول ازم بپرسه آیا من بانوی هری هم؟ آدم که زنات چه وقتی واسه دعوا مرا تو گیر میارم؟ بیا دعوا نکنیم، این خیلی غم انگیزه. تو با اون همه جاه طلبیت و من با احساس گناه هم، اینا چیزای غم انگیزی. برای چی تو گاه بازی اون نمده رو اسفا میذارم؟ بهت که گفتم چرا؟ دوباره به هم بگو. برای این نیست که اسب بیچاره درد و حس نکنه ها؟ فقط واسه خاطر تماشاچی هست که وقتی دل روده اسب میریده بیرون نده. آره درسته، برای این که تماشاچی ها چندشونه شد. من میدونستم تو از اسبا خوشت نمیاد، ولی من دیوونه وار اسبا رو دوست دارم و میدونم اونا چه احساسی دارن با اون نمدای قشنگ که زخماشونو میپوشونی. حقشو چند تا هم رو من بندازی که تو چندشه بشه. این چیا میشه لطفا محض خاطر خدا بس کنی؟ آره من زیادی حرف میزنم، اینم یکی دیگه از اون کاراست که من زیادی میکنم. اگه پرسیدین بهتون بگم هیچ فایده ای نداره، دنبالشون نرید. خانم گفتن دیگه بر نمیگردن. با خانم تنها میتونی نمصاب کجا ترسب وانم؟ آره همسر عزیزم داره میاد. فکر کنم الان با هر زن دیگه یم بودم چندان فرقی نمیشه. از هر نظری که بگی زن مرکه یه، شاید اگه چشم رو ببندم بره پی کارش.
کارت خوب بود؟ آه سلام. سلام. آره نسبتا خوب بود. خورد بشونش. تو تیراندازیت مرکز میدونین؟ حالت چطوره؟ بهتر. فکر میکردم بهتر باشه. وقتی من رفتم تو خواب بودی. مولو رو مرخص کنم؟ نه میخواد صورتم رو اصلاح کنه و منم میخوام حرف بزنم. خب حتی تو باید یکی رو داشته باشه که باش حرف بزنم. اون یه شنونده بی نقصه. یک کلمه ما صرفه منو نمیفهمه. بنابراین جر و بحث نمی کنه. بیا دیگه بعد از این ما هم جر و بحث نکنیم. هر قدم که ناراحت و عصبانی باشیم. تو دیگه لازم نیست از من بترسی. من از تو ترسی ندارم. هیچ وقت هم نداشتم. اگه کارم داشتی صدام کن. حتما. هر وقت که خودت دلت خواست برگرد. نو دیو بوانا میو و میمیم. قوانین شما آفریقایی ها در مورد زن ها صحیح تر باشه. شما با چند تا گاو یک زن میخرید یا با هرچی که به جای پول باش معامله میکنید و اگه یه وقت زن باب میلتون نبود پولتون رو پس میگیریم. ما با احساسات معامله میکنیم و اگه ناراضی باشیم هیچی بهمون پس نمیدیم. بوانا آره آره بگم ما بوانا ریش ارباب خیلی زبا خشن خیلی چیزا خشن است. میدونی پسر یه زن دیگم بود و خودمونیم چه زنیم. من یه کتابم راجع به اون نوشتم. یک زن دیگه یه کتاب کلاه قرمز نوشته هری استریت. دوران خوشی بود. داشتم میمردم از Actually, when I have an incentive, swimming to you, darling. Do you do everything else as well? I swam over... Don't, Harry! What's the matter? You afraid of startling the fish? Afraid of you! Frigid lips. I swam way over to tell you that I've changed your plans. You are not going away tonight. No? Well, swim around and tell me why you think I'm not. Because you run around, and what does it get you? Only dizzy. If you have to write, I have a typewriter at home. I let you call your own. You've got a few other things at home I'd like to call my own. I can't let you go, darling. I can't let go of you. Countess, there's no one like you. Climb up here on this boat. I can't, Harry. I've hardly anything on. Get up here. Please, lover. Not out here. I suppose it was the elusiveness of Liz which was her main attraction. She was something to hunt down and trap and capture. The Countess Elizabeth. Frigid Liz. The semi-iceberg of the semi-tropics. It was fun, son. It was just lousy with fun.
اگه نظرتونو بگین خیلی مؤدبانه تر عزیزم. برای اولین بار زبونم بند اومده. اقلا بگین که نمیپسندینش. ولی میپسندم، خیلی زیاد. اقرار میکنم که یه چیزی منو حیران کرده. ناراحت نمیشی یه سوالی ازت بکنم؟ نه اصلا. سوالتون چی؟ اونو برای چی میخوای؟ برای این؟ اقرار میکنم وجود اون در اینجا به درد میخوره برای هری. بله، اما مثل این که شماها رو به هم معرفی نکردم. بطریس این دایی خوب و مهربان نامزاد منه، آقای سویفت. خوشبختم آقا. بطریس گنجینه ای از الوهیت در این اسم است. دانته میدونی؟ بله عزیزم میدونم. بطریس تو الهی هستی؟ بله آقا. بله پیداست. ببینم دایی ویل، میتونم دایی ویل صداتون کنم؟ با کمال میل. حالا که از هندوستان برگشتین خیال دارین مدت درازی پیش هری بمونی؟ متاسفانه نه. تو چی؟ من پیش هری نمیمونم، هری میاد پیش من میمونه. خب بایستی عالی باشه برای هر دوتون. همینطورم هست. دوباره که به اون مجسمه نگاه میکنم یه سوال دیگه به مغزم خطور میکنه. این یکی هم مثل آخرین سوالتون جالبه. وقتی که تو و هری ازدواج کنین خیال دارین چند تا بچه داشته باشین؟ چرا نمیرین از اون بپرسین؟ اینم حرفیست. راسته اون خورشید نبوغ الان کجا داره میدرخشه؟ تو کتاب خونه. لابد سرگرم یه کار ارزنده است. از اینجا خوشم میاد. مزاحمت که نیستم. تو کارتو بکن. ببینم اسمیم روی این گذاشتی؟ شما پیشنهادی دارید؟ سریز الهه باروری. شما مادم؟ بله. فروشنده پایین منتظره. مرسی، معذرت میخوام. تا من اون پایینم چطوره برام تمومش کنی؟ تو حالا میتونم دست بکشم. اگه این کارو بکنی برمیگردم میرم. فقط بذار من این گوشه بگیرم بشینم و تماشا کنم. منظرش عالیه. بایدم باشه، پول خوبی بالاش میره. لیزو دیدیش؟ صحبتمون پول خوبه؟ نه، فقط صحبت لیزه. باهاش ازدواج کن پسرم، این مطمئن ترین درمان. منظورت از این حرف چی بود؟ عشق من میشه بیام تو؟ شما همه جا هستین اینطور نیست دیوی؟ این تنها بچه مشترکیست که من با خدا دارم. فرشته من بازم مشغوله یک کار گند و مهم هستی. بین خودمون باشه کانتس، من تا به حال کاری از این کم اهمیتتر و گندتر نکردم. خب این چه کاری هست؟ من دارم یه مسابقه با خودم می‌نویسم که موضوعش راجع به موفقیته. به به، اینجا نوشته از آخرین کتاب 100,000 تایی دیگه فروش رفته. خب این معرکه هست؟ فیلمش کنه با شرکت گرتا گاربو. ببینم اینطور خوشحال نمیکنه. خدا نمیدونم این چه سریه که من همیشه با زنهای قاطی میشم که نامه هامو باز میکنم. چون تو نامه های خیلی جالبی دریافت میکنی عزیزم. کازموپالیتن یه سری دیگه داستانه کوتاه میخواد. اسمارتت هم همینطور. نوشتم بهترین پولو میدم. یه نویسنده چرا باید احساس گناه کنه وقتی مردم حاضران واسه عرقی که روحش میریزه پول خوبی بدن؟ نباید احساس گناه کنه. هیچ کس واسه عرقایی که من ریختم پولی نداد، غیر از چند تا کتابخونه و موزه. که یادم انداخت یه چیزی بهت بگم، من تصمیم گرفتم یه جا موندگار شم و اون موزه رو اداره کنم. این خبر عالیه. این یعنی که ما شما رو بیشتر میبینیم دیویل. وقتی که شما به پاریس بیاین و استخونای من جزو چیزای عتیقه دیگه همه روزه در معرض نمایش خواهم بود، غیر از پنجشنبه ها در خیابان پرزیدنت. هری جان من خودم در امرات میام. لطفا اونا رو باز کنید تا مادام ببینم. من راه پیدا میکنم. تصور میکنم تو رو من پول لازم داشته نداری. حقیقت رو به من بگی. کدوم حقیقت؟ این که فکر میکنی کتابم گند بوده، این که همه کارهایی که دارم میکنم گنده. من اومدم سزار رو مهد کنم، نه این که دفنش کنم. خیلی مردم به تو قبطه میخورن. تو درآمد خوبی داری، از آشنایی با اکثر مردم جالب دنیا برخورداری. همه اینا به اضافه لیز. تو جوونی، صحیح و سالمی، وضعت خوبه، خیلی هم خوبه. زود زود بیا دیدن من پسرم. هری این اواخر هیچ شکار میکار رفتی؟ نه چطور مگه؟ خیلی بد شد. آدم هیچ وقت نباید مهارتشو تو شکار از دست بده. من همه چی داشتم ولی در واقع چی داشتم؟
اسمم تو روزنامه های مهم بود و عکسم تو مجله های مهم تر. ولی سینتیا کجا بود؟ مردم از من امضا میخواستن و منو به هم نشون میدن. پس چرا اون نمیامد به سراغم؟ بالاخره از این اون کمک خواستم و آدرسشو تو آمریکا از امیل گرفتم و به این ترتیب سینتیای عزیز من هرگز نتونستم تنهایی ما از بین ببرم، فقط بدترش کردم. با هر کسی که بودم باعث شد بیشتر دلم برام تنگ شد. کار که تو کردی هیچ وقت برام مهم نبوده. من نمیتونم خودم از عشق تو خلاص کنم. یه روز بیرون هتل ریتز رفتم دنبال یه زنی که فکر میکردم توی من هر زنی رو که شبیه توی به نحوی دنبال میکنم، در این که همش دلهوره دارم که ببینم تو نیستی و اون احساسی که در وجودم ایجاد شده از دست بدم. بله از ازتون معذرت میخوام، من شما رو به یه نفر دیگه عوضی گرفتم. فکر کردم شما اون بی‌نهایت متاسفم. من نمیدونستم شما یه خانم بچه دار هستم. اونا بچه های برادر من هستن. ببینم من اصلا چرا اینو به شما گفتم. شما همون آقای هری استریت نویسنده نیستین؟ ظاهرا خودم اول. من تقریبا متاسفم از اینکه اون خانم نیستم. سینتیا گرین، هتل فلوریدا، مادرید، اسپانیا. آقای هری استریت. کنم آقا چیزی جالبی هست؟ نه هیچی. یه چند تا صورت حسابه که باید پرداخت کنی. منظورم اون نامه یه که میخوای قایمش کنی. آو عزیزم. آو لیز. برشته من، شما درست به موقع رسیدین. بذاریم ببینم، خیال نمیکنم نامزد من آقای استریتو دیده باشین. پرنس و پرنسس فون اشتفان دو پوه. خیلی خوشبختم آقا. من به عنوان یک مرد جوان بذار چارزی مشروب وسط بریزه. من نامزد عزیزم الان درگیره داره یه مسئله ناچیز کوچیک هستیم. این کیه؟ این سینتیا گرین، هتل فلوریندا، مادرید. من یه دختریه به اسم سینتیا گرین. اونم از هوا خواهانته؟ من هوا خواه زیاد دارم. از مادرید. نامزد عزیز هنرمند من خیلی طرفدار داره. منم جزوشونم. من تقریبا اون کتاب آخریتونو بلعیدم. خب امیدوارم که باعث دل درد نشده باشه. این نامه برای تو خیلی مهمه هری؟ نه اصلا چیز مهمی نیست. خوبه، پس نراحت نمیشی که پرش کنم. من نمیذارم تو بری. نمیذارم منو مسخره خاص عام کنی. نه بابا، خودت گفتی که اون نامه چیز مهمی نیست. دیگه هیچ چیزی برای من مهم نیست. هری گوش کن چی میگم. یه دقیقه این کارتو بذار کنار، به من گوش بده. خواهش میکنم هری، یه دقیقه صبر کن و گوش بده چی میگم. من کنترل دارم، گوش میکنم. من میدونم که گاهی وقتا با کارم ناراحتت میکنم. اوه، گاهی وقتا تو منو با کارات ناراحت میکنی. من خوب میدونم که بعضی وقتا من واسه کافی نیستم. من مخفای خودم رو میدونم، ولی من دوستت دارم عزیزم، واقعا دوستت دارم. تا به حال هیچ کس اینقدر دوست نداشتم. بعد یه چیزی هست که تو واقعا ازش ناراحتی. آره یه چیزی هست که من ازش ناراحتم. خب فقط به من بگو. ممکنه از بین رفتن این گمان باشه که به صرف این که هواپیما از اسب سریع‌تر میره الزاماً معنیش این نیست که دنیای ما داره بهتر و بهتر میشه. نه، منظورم روابط بین ما. بین ما هیچی نیست که بتونه منو عمیقا ناراحت کنه. کجا داری میری؟ به مادرید میری؟ شاید برم به مادرید. اصلا یک کارت پستال میفرستم. اوه هری، نمیدونی چقدر قیافت مسخره است. چقدر موسیقی مثل اینایی که میخوان به ادای مردان بزرگ دنبال گنجهای گم شده برن. شاید تو راست میگی. شاید من از همینجای یه راست برم دنبال گنج گم شدن بگردم. زرشک آقای هری. تقدیم به خودت.
همراه یه شیشه چی آب دار. خاک بر سرت کنم. سر خودت کنترل. سنتیای من در هتل فلوریندا تو مادرید یا هیچ جای دیگه نبود. جنگ داخلی اسپانیا مادرید رو داغون کرده بود. با اومدم به خودم بجنبم دیدم یه تفنگ دستم. چه آرزو میکرد. امریکایی به اسم سینتیا گرین میشناسین؟ خواهش من الان تو دیترویت بودم. تو امریکایی هستی ها؟ آره خواهش الان دیترویت بودم همونجا که من از زیر پامون نشستم تا چشما کردن دیدم تو این هرچنم. تو به این شعر برای عقیده داری؟ ها؟ از تو اینجا چی کار میکنه؟ اگه بهت بگم از خنده میمیرم. موضوع بچه رو همینطور موضوع بچه رو همینطور کجا این لعنتی چرا نمیایی کمک ما؟ من در مورد اون بچه کار درستی نکردم. میدونم که خدا برای این کار مجازاتم میکنه. تو رو باید بیرد رحمت کنه و تو بندازه به صورتون. پس چی شدی برای
کی؟ آره الان میام رفیق، داره میام اینجا. اومدیم. دارم میام. عزیزم. میشه منو ببخشی؟ به خاطر همه یک چیز که به هم دست میزنی حس میکنم میخواد. من در حال مرگم، ولی تو که به هم دست میزنی لذت. نه تو نمیمیری. برو بس، عجله کن، دوباره حمله رو شروع شدم. بیا اینجا. اگه یه خورده دیگه اینجا بمونیم توش و بزرگم اون گوش همونه. عجله کن. نه 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 این بالا داییتون منتظرتونه. آقا ببخشید که منتظرتون گذاشتم، ولی ایشون سخت مریضن، حالشون خوب نیست. دکتر گفته کسی نیاد ملاقاتشون. دایی بیل، من به محض اینکه نامت به دستم رسید و لطف کردی پسرم. چه بساطی، یه بیماری مختصر، زیاد مهم نیست. خب یه دکتر خوب بس نهبر میکنم دایی. نه دکتر خودم. واقعا مرد عاقلی بود که گفت وقتی یه ماهی از آب محروم بشه تمام درمانای دنیام نمیتونه بهش زندگی ببخشه. ولی نگران من نباش، من به زودی در جای امنی خواهم بود. خب تو خودت چطوری؟ به نظر خوشحال نمیاد. من بد نیستم. بگو ببینم تو این همه سال چی کارا کردی؟ سفر کردی؟ سفر طرف باد اومده همون بر کجا؟ کجا رفتی؟ بگو. جایی مهمی نبوده. من عجایب افکانه جهان رو دیدم، یا هر چند که هستن در همه جای دنیا، ولی برام همچین عجیبم نبودم. پس یعنی واقعا نگشتی؟ چیزی شکار نکردی؟ شکار؟ آره. برای من این کارات چه لزومی داره؟ من درست همونطوری هم که دنیا میخواد و به خاطرش بهم پول میده، من با قصه های کوچولو مردم رو سرگرم میکنم. این کار رو میتونم با دست چپم بکنم که در نتیجه دست راستم آزاد میمونه برای چیزای دیگه. من استعدادم رو ضایع کردم با عاطل گذاشتنش، با خیانت نسبت به خودم و همه ای معتقداتم، با میخواری، با تنبلی، با غرور و پیشداوری، با کرک ها و ترفند های نویسندگی. این سکوت نیست برای یه نویسنده مستعد. هری، یک بار به شکار رفتم تو اسپانیا، شکار جام خوشبختی، ولی جامم رو شکستن، زیر یه آمبولانس له و لوردش کردن. مقصر کی بود؟ چرا کسی رو ملامت کنم؟ من اونو کشتم. من سردر نمیارم. میدونی هری، من در غیابت تو رو لابلای کتابات پیدا کردم. این آخرین افتضاح بود نه؟ من عاشق نوشتهای تو هستم هری. ولی نتونستی تمومش کنی. اون پاکت رو از لاش بردار، مال توه. توش میراثیه که من برای تو باقی میذارم، بعد از اینکه استخوان‌های منو جز عتیقای دیگه خوابونده. ولی من چیزی لازم ندارم دایی جان. مطمئن؟ حق تألیف همینطور واسه هم میرسن. شهرت موفقیت این حسن داره، ولی اینکه در واقع شکست باشه. شهرت مثل برف میباره، لازمن درست هم همون حالت برف داره، هیچ راهی رو نداره برای غیر از سقوط و سرازیر شدن.
ولی اون تو پول نیست، در اون هیچ چیز مادی نیست. من این فکر کردم و فکر کردم که برای تو چی بذارم و بالاخره یه چیزی برات نوشتم. یه معما. یه معما؟ میدونی دلم میخواد تا وقتی که من زنده هستم اونو نخونی، چون ممکنه جوابشو از من بخوای و من جوابشو نمیدونم، ولی اگه بتونی اون جوابو پیدا کنی نجاتت میده. همونطور کثیف و متعفن و همونطور خوشگل و عالی و گلگم کنند. مرد این چیز کاریان منظریه. چرا گذاشتی بیرونش عوض کنن؟ کی بهشون عرضه که اونطور خراب؟ آقا اگه مراتب عوضش نکنیم اون وقت مشتری زیاد اینجا نمیاد. نگاه کن میبینیم از همون سابقی هاست. تمام گذشته ها رو میشه توی بطری نگه داشت. میدونی حالا فهمیدم که آینده رو مثل گذشته میشه توی بطری. اون وقتا موقعی که میومدی اینجا انقدر بدبین نبودی. اون وقتا وقتی میومدم اینجا، میدونی دوست من یه شب و اون وقتی اومدم اینجا با تو امیل آدم که همش به پشت سر نگاه کنه فقط گذشته رو میبینه. ما باید به آینده فکر کنیم. یه ارثیه به من رسیده، یه میراث گرانبها. اون یه ارثش رسیده. چه معجزه ای. هری میپرستم. من هم تو رو میپرستم. این یه معماست. کلیمانجارو کوهستانیست پوشیده از برف به ارتفاع 19715 پا که به گفته همگان بلندترین کوهستان آفریقاست. نزدیک قله غربی آن لاشه یخ زده و خشکیده یوز پلنگی افتاده است. تو اون همه برف؟ این چیزیه که معما میگه. نمیفهمم این کجاش معما. یا اون حیوان زده به سرش دیوونه شده یا کسی که اینو نوشته. آخه اینم تو معما. یه درست صبر کنی. اصل معما اینجاست. هیچ کس نمیداند که این حیوان در آن ارتفاع دنبال چه بوده است. فقط همین داستان ارضا کننده نیست، چون بعد جوری تموم میشه. ولی این خودش مسئله یه که اصلا یوز پلنگه اون بالا چی کار میکرده. معماش همینه. و اگه من بتونم جوابشو پیدا کنم اون وقت جایزه رو میبرم. بیا فکرمونو بذاریم با هم ببینیم به کجا میرسیم. شاید راه عوضی گرفته یا بوی عوضی رو دنبال کرده، بنابراین گم شده و مرده. آره این یه جواب معقول و منطقیه امیر، هم برای اون و هم واسه من.
please. اجازه هست؟ سینچی متشکرم. باز من عوضی گرفتی؟ شما آقای هری استریت نیستین که من در بازم دیدم؟ بله درست، من هری استریت هستم و راهم رو گم کردم. من ببخشین تیه عزیز، بیداری من امشب بازم بر اثر سالها سرگردونی و در بداری واقعا افتضاح. شما استراحت میخواین آقای استریت؟ بله من استراحت میخوام آقای استریت. من تو دنیا خیلی چیز هست که میخوام آقای استریت. تو مشروب میخوری؟ چی گفتی؟ خب من میخوام بخورم، چطوره با هم بخوریم؟ به مولو بگو، میدونی که من زبونشو بلد نیستم. مالا، ملتی ویسکی ساده. راجع به کدوم یکیشون فکر میکردی هری؟ یعنی چی راجع به کدوم یکیشون؟ راجع به سینتیا یا راجع به لیز؟ از کجا مطمئنی که درست حد زدیم؟ شاید داشتم راجب خودم و تو فکر میکردم. نه هیچ وقت راجب من تو نیست، اگرم باشه با صداقت نیست. این نشون میده که چقدر ممکنه در اشتباه باشه. داشتم راجب اون شب آشنایی من فکر میکردم رو اون پل نزدیک نوستان، همونجا که منو با سنتیا توازی گرفتی. تو هرگز نتونستی منو ببخشی چون سنتیات نبودم ها؟ تونستی؟ واقعا میخوایی این بحث رو شروع کنیم؟ دیگه راجع به چیه من و خودت فکر میکردی هری؟ که ما شروع عجیب و غریبی داشتیم. واقعا حکایتی. نه درونش که شکل نیست. خب ما هیچ کدوم بچه نبودیم، هر دو میدونستیم که داریم چی کار میکنیم. چطور شد که تو یه دفعه خواستی بیای اینجا؟ به من مدیونی که راستشو بگی. خیلی راستشو بهت میگم، علت اومدن من به اینجا از یک جریان مسخره سرچشمه میگیره. برای اینکه من جواب یک معما رو پیدا کرده بودم، علتش این تجربه یوز پلنگ که راشو گم کرده بود. به این ترتیب فکر کردم مگه منم مثل اون راه هم و عوضی رفتم و دارم نابود میشم، پس بهتر برگردم جنگل به جایی که ازش شروع کرده بودم. تو جنگل همه چی خوب بود، راه من درست بود. فکر کردم اینطوری میتونم برگردم به همون جای اولم، برگردم سر تمرین و چربیای روحم رو آب کنم، همونطور که یه رزمنده میره کوهنوردی تا پیه بدنش آب کنه. شاید هم موفق میشدم اگه دو هفته پیش اون خار لعنتی به پا میرفت. Crosses here every night. Every night for 2 weeks. همونی که شب و سرسودا را میندازه، روزاش دل منو به هم میزنه. میدونی اون بوی گند دهنش هران به من چی میگفت؟ چی؟
چیه؟ همون کفتار؟ چه دیگه کار من با آخر رسیده. حرفای خنده داری میزنی؟ چه صافت همینطور منتظر. ببین عزیزم فکر نمی کنی یه خود هری؟ چیز بنویسم. میدونم. واقعا میدونی؟ من حالا دیگه تقریبا همشو میدونم. غیر از یه چیز خیلی مهمه که تو باید بهم بگی هری. آیا همش به خاطر اون نبوده که تو اینجا بهترین دورانو داشتی؟ اون سینتیا، همون که منو دوبار به جای اون عوضی گرفتی. فقط به خاطر اون نبود که تو اینجا خوشبخت بودی؟ اگه این فکر میکردی پس چرا همراه من اومدی؟ خودت چی فکر میکنی؟ همیشه زن با ملاحظه بودی، حاضر بودی هر چیزی رو برام بخری، از هر چیز تازه و هیجان‌آور خوشت میاد. درست نمیتونم. من برای تو فقط حالت یه همسفر رو نداشتم. من از ناشرت اون همه پیش پرداخت برات گرفتم. در واقع این مسافرت رو من جور کردم. چرا؟ چون این تنها فرصت برای تو بود و شاید میتونست فرصتی هم برای من باشه. فکر کردم اگه من اینجا پیش تو باشم و تو کارت خوب پیش بره دوباره خوشبخت میشی در کنار من. نذار من این غرور رو از دست بدم. مثل این که این اولین بار من واقعا تو رو میبینم. تو شکست نخوردی عزیزم. فقط به صرف این که از بعضی نوشته هات ناراضی بودی نباید فکر کنی که در زندگی شکست خوردی. تو به همه یه چیزی هدیه کردی، همونطوری که یه چیزی هم به من دادی. تو واقعا یک زن. ولی افسوس که من حالا دارم اینو میفهمم. من دوست دارم هری، با همه ی وجودم دوست دارم. هنوز یه اون زندگی در پیش داری. تمام کارت های ورق بر ضد تو جمع شدن. اگه فرصتی چه داشتیم. ما فرصت زیادی داریم. تو زنده میمونی هری، تو باید زنده بمونی. خیلی فرصت داریم. تو اینطور فکر میکنی. آره همه اینطور فکر میکنن. واسه همینه که اون لاشخور منتظر نشستم. چرا خودمون رو گول بزنیم؟ تمام درها فقط رو به نیستی باز میشن و پشت همه اون درها مرگ به انتظار ایستاده. و اگه آدم کاری رو که میخواسته انجام نداده با... جامبو مچاوی میمی مجامبو یا موزو و وانا مطلوبا علی بونگوه. اون دیگه چیه؟ فکر کنم یکی از طبیبای قبیله میهایی که تو در بانگای محلی کار میکنه. از اون طبیبای جادوگر؟ آره از همون است. وانا روی مجامبو یا موزو علی بونگوه کار تواکی بوکو.
عموی اون پسر هست که من از چنگ اون اسب آبی نجات بگو بره احتیاجی بهش نداری کوی الیسی کیا بوانما جانگو سانا کویو اتفنیا داوا که بوانا کالی سانا او گانجو کیش کبیسا همون شنیده که اروای خبیث منو ناخوش کردن میخواد منو از شرشون راحت کنه بکش کن هری از قیافش چنده شده از دکتر پاستور تقاضا کن که بنشینه کیتی خواهش میکنم بگو بره کیتی جامبو گوانم گامبو جامبو مچای ریشه مخصوصی رو میجوه که هوش و حواسش تیز بشه حالا شروع میکنه به تکون دادن استخونه چتی میگم تو اون کیسه پوزگروه گندیده سی چلتی که خورده استخون ریخته استخونهای پاهای عقب مورچه خور لاک پوش میمون و حیوانهای دیگه موقعی که اونا رو بریزه رو زمین از فرم و شکلی که تشکیل میدن تشخیص میده که درد پای من چیه بریزش ببینم چی کار میکنی دکتر واگون قطار هری مثل این که نیرون داره تحقیل مالو کانگونی توی چادر امشب که هوا صافه فکر نمی کنم بارون بیاد لطفاً هر کاری که من میگم بکن عجب مصیبت یا آدم هیچ وقت نمیتونه به میل خودش زندگی کنه حتی نمیتونه به میل خودش بمیره سربازان مرده آره پاک ترین مفوتا بوکو مفوتا بانگو نزیزی کالیسان معذرت میخوام من که نمیفهمم من میخواستم اینا رو بنویسم خونی ها دوا من دیدم که دنیا عوض میشه نه تنها زمان عوض میشه بلکه آدم هم عوض میشه این وظیفه منه که بنویسم من خودم من تو جنگ بودم بیدمش ما جا بودم که همه چی را دیدم اذیتت کردم من نمیخواستم اذیتت بکنم سلام من داشتم مینوشتم میدونم عزیزم یک میلیون سال تو نویسی بلدی؟ آه نه درسشو نخوندم خب مهم نیست لازم نیست به تفصیل بنویسی مثل اینه که میتونم همه شو تو یک پاراگراف جا بدم فقط باید بتونم درست درش بیارم میتونم
چطور این مالو؟ منتظر مرگ یک سفید پوست نه؟ اندی اندی من فقط کمکوی افلی رو گرم چطور بکنه ها؟ گرد استخون میمون به پاشرون یا موهای دومی پلنگ بدبخت بیچاره عزیزم خواهش میکنم به من گوش بده تو به من گفتی که بعضی قسمت های پات اصلا حس نداره چو درست مثل یه تو این کتاب نوشته که این یه جور فلج ناشی از انفجار عروق مرتب باید پا رو کمپرس آبی گرم کرد تا خون بگردش در تو بهش بگو دوای شیر مصرف کنه از همه مؤثر خدا مسخره نکن حتی اونو چون اونم میخواد سعی خودشو بکنه من منم که دارم سعی خودمو میکنم خود منم دارم سعی میکنم ای کاش واقعا این کارو میکردی هم اطاعت خانم هرچی که شما بگیم آی خدای کجایی من چاقوی تیز که کاملا ضد عفونی شده باشد سر زخم را باز کنید خیلی گنده رو پاته از تری من میخوام بشکافمش چیز غریبی حس میکنی نه؟ آره عزیزم مرگ نزدیک ماست یعنی ممکنه اینقدر به تو نزدیک بشه و من حس نکنم من یه چیزایی رو که راجع به مرگ میگم باور نمیکنم اینکه مرگ یه اسکلت با یه داست تو دستش همین چند لحظه پیش اومد اینجا ولی اصلا اونطوری نبود مثل یک نسیم بود و عجیب این بود که اون کفتاره یه و پری از کنارش و روی سبزه ها نشد God help us.
بریم بخوابیم. چیز مهمی نبود. بریم بریم. دوکا وولتی تاکا من سامی تاکا نیمی. من که نمیفهمم چی میگی. برو. نه منظورم بالای اون درخته. اون درخت آخه خیلی عجیب.